اینجا بسا شعار میدیم تا دوستان آماده باشن. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all jail workers in Iran. Free all jail workers in Iran. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. Hey, hey, ho, ho, terrorist regime must go. Republic of Iran. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه، ببخشید جمعه، امروز جمعه 14 ماه آگوست و 24 مرداد توی تورنتو در کنار پلازای ایرانیان جمع شدیم تا در حمایت از کارگران قهرمان نیشکر هفت‌تپه که بیش از دو ماه است قهرمانانه اعتراض و اعتصاب کردن، حمایت قاطع خودمون رو از اونا اعلام کنیم. ما حمایت خودمون را از کارگران هپکو، ما حمایت خودمون را از کارگران نفت، پتروشیمی، پالایشگاه‌های سراسر ایران اعلام می‌کنیم. ما حمایت قاطع خودمون را از رانندگان کامیون در سراسر ایران اعلام می‌کنیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم، به ویژه زندانیانی که اخیراً به بیماری کرونا مبتلا شدند، مثل جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و خیلی های دیگه. ما بدین باوریم که سرنگونی جمهوری اسلامی و ایران بدون جمهوری اسلامی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم خاورمیانه بلکه برای جهان امن‌تر خواهد بود. جهان بدون جمهوری اسلامی جهان امن‌تری خواهد بود. We are here today to support the Haftapa cane workers, Haftapa نیشکر Haftapa. They are on a strike over 2 months. We are here to support them. We are here to support the HEPCO workers. We are here to support the oil workers, petrochemical workers, refinery workers all over Iran, truck drivers all over Iran. We believe that Iran, if the regime in Iran overthrows, the world without Islamic Republic is much safer. It's not just safe for the Iranian people. The world without the Islamic Republic is much safer, not just in Iran, not just in Middle East, the whole world. We are here to say no to Islamic regime. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Free all jail workers in Iran. Free all jail workers in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. دوستان همگی خوش آمدید، خسته نباشید. این بنری که اینجا هست برای امضا هستش، تعداد زیادی امضا شده، بازم اگه دوست داشتید امضا کنید، برای آزادی زندانیان سیاسی هستش. دوستان یکی یکی میکروفون در اختیارشون میان صحبت میکنن، لطف کنید طوری صحبت بکنید که مایک به همه برسه و سر وقت بتونید تموم کنید. 2 تا 3 دقیقه. امیر زاهدی از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام. امیر زاهدی، مایک در اختیارشون، بفرمایید.
درود دوستان رو ها خسته نباشید. جمهوری داعش، یعنی در حقیقت اولین داعش، اولین طالبان. به همین خاطر مردم در افغانستان شعار میدن از کابل تا تهران مرگ بر طالبان. جمهوری تروریست داعش اسلامی قرار بود با مزدورانی چون قاسم سلیمانی عمق استراتژیک خود را در میدل ایست، در سوریه، در لبنان، در عراق گسترش دهد. ولی چه بدبخت، چه سرنگون رژیمی. انقلاب همزمان در ایران برای سرنگونی در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در حال رخ دادن هست. در عراق پایگاه انصار حزب الله را به آتش کشیدند. در بیروت ماکت‌های سید علی خامنه تروریست، شیخ حسن نصرالله و تمام اراذل اوباشی را به آتش کشیدند. در لبنان خانم مدل میاد دست خیابون به زبان عربی صحبت میکنه، میگه آزادی بیروت از تهران میگذرد و آزادی تهران از بیروت میگذرد. امیدوارم، بیش از حد امیدوارم، انقلابی که در حال تکوین است همزمان در عراق، در سوریه، در لبنان، در افغانستان و در ایران اتفاق خواهد افتاد. این را من 100% مطمئن هستم. به این کار ما را برای سرنگونی جمهوری اسلامی آسان‌تر خواهد کرد. خیلی ممنون. موفق باشید. مرسی امیر زاهدی، خسته نباشید. هی هی هو هو تروریست رژیم ماست گو. Hey hey ho ho Islamic regime must go. Hey hey ho ho Islamic regime must go. Hey hey ho ho anti-woman regime must go. Hey hey ho ho anti-woman regime must go. دوستمون نیما از فعالین وبسایتی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت میکنه و در مخالفت با جمهوری اسلامی. نیمای عزیز، ما در اختیار شما. در کمپین مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام، گروه ظاهراً توییتری هستیم ولی تونستیم بالاخره هماهنگی های زیادی رو ایجاد بکنیم و داریم دعوت میکنیم برای طوفان توییتری روز یکشنبه. اینجوری دعوت میکنیم روز یکشنبه برای طوفان توییتری. گسترش کووید در زندان ها خطر بسیار بزرگی ایجاد کرده. داریم درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو میکنیم در این به اصطلاح حرکت توییتری. گروه های کرد، گروه های بروچه های جوانه ها، گروه نبیدام و گروه سی اف پی پی آی که همون به اصطلاح کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی و در حرکت قبلی 18 شهر حرکت اعتراضی داشت، داریم دعوت میکنیم همه رو اعتراض کنیم. فقط میخوام بگم که حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی باید به اولویت مبارزه تبدیل بشه. باید درک کنیم که اونا به اصطلاح خط اول مقدمه مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی هستن و باید ازشون حمایت کنیم. Long live Islamic regime of Iran. Long live Islamic Republic of Iran. Long live Islamic Republic of Iran.
Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. شاپرک شجری زاده از دختران خیابان انقلاب اینجا هستم، چند دقیقه با شما صحبت میکنم. شاپرک عزیز، مایک طرف تر شماست. درود دوستان عزیز، ممنونم که امروز تشریف آوردین مثل همیشه و اهمیت دادین. الان در حال حاضر همونطور که میدونیم طبق معمول هر چهارشنبه یه انسان بیگناه داره اعدام میشه. هفته 10 روز پیش، چهارشنبه 2 هفته گذشته، یکی از معترضین دیماه 96 مصطفی صالحی اعدام شد. با اینکه مردم خیلی اعتراض کردن، جامعه جهانی اعتراض کرد، جمهوری اعدام و سرکوب این انسان بیگناه رو هم اعدام کرد. در حال حاضر حکومت اسلامی داره هر هفته یک فعال سیاسی رو اعدام میکنه، یک معترض رو اعدام میکنه و در داخل کشور در حال حاضر کارگران ما جونشون رو کف دستشون گذاشتن، از معیشت خودشون گذشتن و دارن اعتصاب کردن، چون خسته شدن، چون دیگه نمیتونن این وضع رو تحمل کنن، ناعدالتی و فقر رو نمیتونن تحمل کنن. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ازشون حمایت کنیم، از کارگران هفت‌تپه، هپکو، نفت و پتروشیمی، کامیونداران، از معلمین، بازنشسته ها. هر روز شاهد اعتصاب گروهی از مردم هستیم، گروهی از کارگران هستیم، فعالین هستیم. فعالین ما در داخل زندان هستن با وجود شیوع ویروس کرونا. در هفته پیش خبری رو دیدیم که 17 نفر رو در زندان اوین برای تست بردن و از این 17 نفر 12 نفر مبتلا به ویروس بودن. همین الان خانم ستوده دوباره در اعتصاب غذا هستش، جونشون رو کف دستشون میذارن. کسایی که داخل ایرانن جونشون رو کف دستشون میذارن. تنها چیزی که میتونه در حال حاضر حکومت از پای در بیاره ادامه اعتصابات سراسریه و پیوستن بقیه مردم، پیوستن کسبه بازار، پیوستن بازاری ها، مغازه داران، کرکره های مغازه ها رو بکشیم پایین و اعتراضات سراسری. من از همه مردم میخوام، سخته وقتی خارج از ایرانی از مردمی که داخل ایران هستی بخوای جونشون رو به خطر بندازن یا معیشتشون رو به خطر بندازن، ولی این تنها راهیه که این حکومت میره. 40 سال داره سرکوب میکنه، 40 سال داره آدم میکشه، 40 سال داره حکمای سنگین میده. تا کی سرکوب زنان؟ تا کی سرکوب کارگران؟ تا کی سرکوب معلمان؟ تا کی دزدی؟ تا کی فساد؟ تا کی خرج کردن ثروت مملکت تو کشورهای دیگه؟ تا کی کشورهای منطقه هم به صداشون، مردمشون صداشون در اومده از دست جمهوری اسلامی؟ مردم تو لبنان اومدن بیرون، زنان در لبنان فریاد میزنن و میخوان جمهوری اسلامی نفوذش در لبنان از بین بره. مردم عراق چند ماه پیش اومدن و خسته شدن، تمام اون منطقه از دست این حکومت اسلامی خسته شده. فقط با اتحاد و همبستگی هم که میتونیم این حکومت رو سرنگون کنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی برکتیه برای مردم ایران و باعث صلح در منطقه میشه. تا جمهوری اسلامی برپاست هیچ صلحی در خاورمیانه نخواهیم دید و مردم ایران روز خوش نخواهند داشت. ممنونم. مرسی از شاپرک عزیز. دو نکته خیلی خوب که اشاره کرد، اتحاد و یک پارچگی همه مردم و از این مهمتر اعتصابات و اعتراضات سراسری. اعتراضات و اعتصابات سراسری هست که میتونه رژیم رو از پا در بیاره و خوشبختانه الان کارگران نفت، کارگران پالایشگاه ها،
کارگران پتروشیمی ها و رانندگان کامیون ها پیوستند و داره این اعتراض گام اول سراسری شدنش را طی میکنه با امید اون روز. سخنران بعدیمون هجار علیپور است از کمپین نجات هوشمند. میدونید هوشمند علیپور یکی از کسایی بود که 4 سال بر علیه داعش جنگید و در نهایت جمهوری اسلامی حکم اعدامش را صادر کرده. امیدواریم مثل که همرزمش محمد استاد قادر آزاد شد بتونیم هرچی زودتر هوشمند را هم آزاد کنیم. هجار علیپور مایک در اختیار شماست. بفرمایید. سلام به همه شما دوستان و رفقای عزیز که امروز هم اینجا جمع شدید. ما با جنبش های اعتراضاتی فراوانی در خارج از ایران و همچنین در داخل از ایران روبرو هستیم که میبینیم در مقابل با حکومت داعش اسلامی، با حکومت دیکتاتور و ساقوب کشان جمهوری اسلامی در حال مبارزه و مقاومت برای ایجاد یک جامعه بهتر، یک زندگی انسانی و یک حقوق داشتن حقوق انسانی مبارزه میکنند و نه با سرکوب و شکنجه و نه با اعدام و نه با مستندسازی و اعترافات و پروندسازی حلی مبارزین، حلی کارگران و حلی فعالین سیاسی و اجتماعی این حکومت نتوانسته مانع از مبارزات برحق و عدالت خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران باشد. ما در حالی که امروز اینجا جمع شدیم همه شاهد هستید و احتمالا خیلی از شما در جریان هستید که حکومت داعش اسلامی همین امروز محمد خنیفر از معترضین آبان ماه، از کارگران از کارگران نیشکر هفته پیرا با شلیک 18 گلوله به خونوادهش خواستن صدای آزادی خواهی و حق طلبانه کارگران نیشکر هفته و کل کارگران و اعتصابات کارگران ایران در سراسر ایران را به شکست بکشانند. و ما میدانیم که این حکومت داعش گونه جنایتکار، آدم کش، تروریست اسلامی هم در داخل و هم در خارج از ایران دست به جنایت وحشتناکی زده است. به امروز از ترور و آدم کشی، از سرکوب و شکنجه و از هیچ جنایتی دست نکشیده است. اما در مقابل همه این جنایت و توحش و وحشگری انسانیت و مردم آزادی خواه و صدای حق طلبی در خارج از ایران و در داخل ایران متعدانه و همصف و همصدا علیه جمهوری اسلامی به صف کشیدند و برای سرنگونی این رژیم مبارزات خودشون رو روز به روز گسترده میدن. جنبش علیه اعدام در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، ما همه مردم را از همه سازمان ها و طیف های و تشکل‌های سیاسی مختلف حول یک محور اساسی برای خواست آزادی فوری کلی زندانیان سیاسی در ایران و در حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین لغو فوری احکام جنایتکارانه اعدام می‌خواهیم کنار هم جمع کنیم که برای همیشه و یک بار به کلیه بساط و وحشیگری و حکومت قتل و رعب و وحشت جمهوری اسلامی پایان دهیم. هوشمند در حال حاضر 2 سال از زمان بازداشتش گذشت با سناریو و مستندسازی و توطئه کثیف اداره اطلاعات سپاه پاسداران، شکنجهگران حکومت جمهوری اسلامی و قاضی جنایتکار در شعبه اول دادگاه شهر سنندج در 8 دی‌ماه به اعدام محکوم شد، در حالی که از هوشمند و دوستش اعترافات اجباری تلویزیونی گرفتن و پخش کردن، اما دوستش را آزاد کردن و خواستن انتقام خانواده سیاسی و مبارز هوشمند را از هوشمند بگیرند. به این شکل ما دوباره از طرف کمپین نجات هوشمند از همه کسانی که تا به امروز در کنار ما در کنار این کمپین و خانواده هوشمند برای آزادی هوشمند تلاش و مبارزه کردن تشکر میکنیم. اما این کافی نیست و باید به شکل جدیتری برای آزادی هوشمند و تمامی زندانیان سیاسی و محکومه به اعدام یک بار دیگه دست بکاشیم. خارج کشور را حل حاکمان ننگین جمهوری اسلامی به ذهنم تبدیل کنیم و برای آزادی همه عزیزان من تلاش جدیتر و وسیعتر انجام بدیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، داوید اسلامیک ریپابلیک آف ایران، داوید اسلامیک ریپابلیک آف ایران. دوستان این وسط رو خالی کنید چون پیاده روها که میخوان بیان و برن مزاحمشون نباشه مشکلی پیدا نکنه.
سخنران بعدیمون صدف کوروشنیاز از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. صدف جان سلام میکنم به همگی، خسته نباشین، ممنون از اومدنتون. عزیزان ما امروز جمع شدیم اینجا برای حمایت از تمام اعتصابات و اعتراضاتی که در ایران در سرتاسر ایران از جنوب تا شمال از شرق تا غرب داره اتفاق میفته و داره شکل میگیره. من به نمایندگی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی اینجا هستم. ممکنه یه نفر بپرسه کسی که تلاش داره آزادی زندانی سیاسی میکنه چیکار داره به برنامه کار امروز این اکسیون؟ عزیزان هممون میدونیم 41 سال گذشته از هر چیزی این رژیم منفور کثیف زندانی سیاسی ساخت، از اعتراض کارگر برای حق معیشت خودش زندانی سیاسی ساخت، از اعتصاب معلم برای حقوق عقب افتاده زندانی سیاسی ساخت، از فعالین محیط زیست، از درویشان، از هر ندایی برای حق نفس کشیدن زندانی سیاسی ساخت، اعدام کرد، شکنجه کرد، تهدید کرد خانواده‌هاشون رو. و به معنای واقعی این قصه در جریان خواهد بود، ادامه دار خواهد بود تا وقتی که مردم خودشون کاری بکنن. به قول دوستمون شاید راحت باشه یا لاسخت باشه که خارج از ایران باشی و بگی که برین سراغ اعتصاب، ولی ببینید الان وقتی نگاه میکنیم بیش از 40 کارگاه های تولیدی و کارخونه های بزرگ، چیزی مثل نیشگر هفت‌تپه، چیزی مثل پتروشیمی، مثل کارخونه های در اصلویه، اینا همه پیوستن به چنین اعتصاباتی. دیر نیست که با شروع مهرماه و باز شدن مدارس معلمان بپیوندن به این اعتصابات. دیر نیست که کارمندانمون هم اینو ببینن که باید وارد این اعتراضات بشن، اعتصابات بشن، یک زبان و یک سو به طرف جمهوری اسلامی حمله کنن در کنار مردمی که کف خیابون داد زدن و نگفتن به جمهوری اسلامی. کارگران هفت‌تپه برای ابد در تاریخ ایران شروع انقلاب سوسیالیستی ایران رو رقم زدن. هر وقت این اتفاق بیفته من شخصا و فکر میکنم تاریخ ایران کارگر هفت‌تپه رو شروع اون انقلاب میدونه و واقعا دستشون درد نکنه با اعتصاباتشون، با دست تنگشون تو اون هوای گرم، تو اون شرایط خفقان و واقعا ترس‌آور رقم زدن تاریخ رو برای مردم ایران و برای خودشون. ننگ بر رژیم کثیف جمهوری اسلامی، ننگ بر هر چی ظالم، و زنده باد کارگری که به حق خودش به پا می‌ایسته و حقش رو طلب می‌کنه. ننگ بر جمهوری اسلامی. ممنونم. مرسی. کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. سخنران بعدیمون ایرج رضایی از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در تورنتو. ایرج رضایی. مرسی بابک. خسته نباشین دوستان. سخنران زیادی داشتیم. من نمیخوام زیاد طولانی کنم. ما اینجا جمع شدیم از کارگران اعتصابی ایران حمایت کنیم. از مردم ایران حمایت کنیم. از مردمی که نون شبشون رو جمهوری اسلامی به گرو گرفته، بچه هاشون، خودشون، زندگیشون رو داغون کرده. ما جمع شدیم از کارگران مبارز، غیور، شجاع و مصمم که جمهوری اسلامی رو به مبارزه کشید طلبیدن دفاع کنیم. ما اینجا جمع شدیم بگیم که جمهوری اسلامی در مقابل کارگران به زانو در خواهد آمد. این دور نیست. جمهوری اسلامی وضعیت داره در نه تنها در داخل ایران با بنبست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داره دست پنجه نرم میکنه، در خارج از کشور در عراق مردم جمهوری اسلامی رو میگن اژدها، سر اژدها توی ایرانه. اگه سر اژدها از بین بره، ما هم اینجا جمهوری اسلامی و اوباش و اراذلش رو به پایین میکشیم. در لیبی، در سوریه
در لبنان، در تمام مناطقی که توی جمهوری اسلامی دستاره مردم به خیابون اومدن و میگن که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و سر جمهوری اسلامی، سر اژدها رو باید نابود کنیم. جالبه که من اجازه بدیم، من دوستان اشاره کردم به تعدادی از اعتصابات، من چند تا رو بیشتر میشمارم. میدونم که همه میدونیم که روز به روز داره به اعتصابات کارگری افسوده میشه و داره این بحران داره جمهوری اسلامی رو فراگیر داره میگیره و به زانو در خواهد آمد. نیشکر هفت تپه که من دوستان اشاره کردم، واقعا قلب این مبارزه در نیشکر هفت تپه میتپه. واقعا دارم مبارزه میکنم با جمهوری اسلامی، با دست خالی زنان، مردان و کودکان حتی از نیشکر هفت تپه اومدن بیرون و از این اعتراضات دفاع کردن. پالایشگاه قش، پالایشگاه جفی، آبادان، پالایشگاه پارس جنوبی، فاز 14 22 24، پالایشگاه کنگان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد، اتوبوسرانی خط ارومیه، پالایشگاه ماهشهر اصفهان، سایت پتروشیمی اسلویه، نیروگاه برق پارس جنوب بیدخون و ده ها جنبش کارگری اومده، کارگرها به اعتصاب پیوستن و جمهوری اسلامی نمیدونه در مقابل این اعتصاب چیکار کنه. جالبه که الان روحانی صحبت کردن، دارن طرحی آوردن، طرح گشایش اقتصادی. همه گشایش اقتصادی واقعا جوکه، واقعا جوکه. اومدن به مردم میگن مردم بیان نفت رو بخرین، از ما سکهاتون رو به ما بدین، به خاطر اینکه ورشکستگی اقتصادی دیگه اما دمار از روزگار جمهوری اسلامی در آورده و با ما این نفت رو به سر سفرهشون آوردم. خمینی گفت نفت رو میارم سر سفرهتون، حالا دارم از مردم میگن بیان نفت بخریم ببرن سر سفرهتون. به جالبه میگن بیان کشتی میتونیم بگیرین، قایق میتونیم بگیرین صادر کنین. این جوکه جمهوری، این جوکه جمهوری اسلامی تو ایران. مردم میخندن، میدیا اجتماعی دارن میگن اگه فروختن بود، اگه میشد فروخت جمهوری اسلامی نفت میتونست بفروشه، خودش میفروخت. واقعا مسخره کردن این گشایش اقتصادی و خرید نفت. جمهوری اسلامی نفسهای آخرش داره میکشه، جمهوری اسلامی داره به عمر آخر خودش نزدیک میشه. اینو من بارها گفتم و چندین بار تو تظاهرات قبلی هم گفتم، واقعا جمهوری اسلامی مثل اون مار اژدهایی که سرش رو زیر تیغ گذاشتن داره به خودش میپیچه، میخواد اعدام کنه، میخواد سرکوب کنه، میخواد بگیره، میخواد هر کاری بکنه. نابودی انتهای جمهوری اسلامی است. نابود باد جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all jailed workers in Iran. Free all jailed workers in Iran. با تشکر از ایرج که به نکات خیلی خوب اشاره کرد و همچنین به بعضی از کارگران و کارگاهایی که الان در اعتصاب هستن و همینطور یکی که دارن اضافه میشن. یکی از خبرنگاران مستقل چپ اینجا هستن، کاوه آزادی، چند دقیقه با شما صحبت میکنم. کاوه جان ما که اختیار شماست. به راستی مردم ایران دقیقا میدونن از وقتی که حکومت اسلامی، من نمیگم جمهوری، ببین جمهوری فرق میکنه. این من دوستان اگه لطف کنن ویدای حکومت هم چه جای جمهوری بگن، حکومت خیلی بهتر خواهد شد. حکومت اسلامی بر مبنای کوره آدم سوزی در سال قبل، یک سال قبل از بیاد سرکار، آدم سوزی سینمارکس آبادان شروع کرد. اینو جهان میدونست. هر وقتی که در دچار چیزی میشد، میخواست بحران دچار میشه، بندازه گردن کسی و میومد یه آتش سوزی راه مینداخت و به همین خاطر هم حکومت اسلامی این آتش سوزی رو راه انداخت و کوره آدم سوزی پیچاپ کرد و بعد از آن هم حمله به کردستان و بعد از آن هم کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و 67 و و و و و و ادامه داشت تا این اوقات و تا این آوان گذشته، کشتار از 88 68 تا کشتار آوان 98 و بعد هم سوختن هواپیما که اونم میخواست چیکار کنه، اونم میخواست بندازه گردن مثلا آمریکا و این گندش در اومد و همه مشخص شد.
من تعجبم از اونایی که استمرار طلب به اصلاح طلب استمرار طلب هم ولی اینو درک نمی کنن. بابا این حکومت ساختگی نیست، این حکومت بر مبنای خون مردم بنا نهاده شده، این حکومت مثل اون معمار اصلیش، اون جنایتکار اصلیش بر مبنای خون این مردم بنا نهاده شده. کسی که این بر مبنای خون بنا نهاده شده و این سراسر خون هستش، این نمیتونه اصلاح پذیر باشه. با خصوص خودتون میدونین خامنه ای الان جدیدن اومده یه سری تحولات مدرهای شطرنج عوض کرده و میدونی داره رفتنی هستش. اولی کاری که کرد اون جنایتکار اصلیشو رئیسی رو رئیس قوه عدالت جمهوری قوه قضاییه کرد و بعد از اونم مورهاشو داره میچینه برای سرکوب. خودش میدونه رفتنیه و مطمئن باشید همین بمب گذاریه توی لبنان اینم کار خودشون بود. وقتی دچار چیز میشن بحران میشن، هر وقتی دچار بحرانی میشه این یه سری کارا انجام میده و یه سری قتل عام انجام میده، اینم کار خودشون هستش و همه چیز کار خودشونه. شما از خود این با خصوص این هواپیمایی که و با خصوص این ترس وحشتش رو انداخته اومده به خاطر که ترس وحشتش رو یه بندازه توی من روم وحشت از مثل همون آیه خودش رو از روم حکومت نمیده از روم کن و حکومت بکن، این داره این روم وحشت رو میدازه. این مردم بدونن که این دیگه جمهوری حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست. آی استمرار طلبا، آی شما استمرار طلبا، اصلاح طلبا، شما جانی در جنایت شریک خواهید شد. متشکرم. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. این فریادی بود که مردم در ایران زدن و دهن اصلاح طلب به اصطلاح اصلاح طلب میدونید اصلاحات خوبه اگر حتی سه قرون از دو قرون به قول گفتنی بهتر است، ولی اینا هیچ کدوم اصلاح طلب نبودن، هیچ کدوم اصلاحات نمیخواستن، میخواستن جمهوری اسلامی را نگه دارن تحت نام اصلاحات. بگم یک گام اصلاحات هم در هیچ کدومشو بر نداشتن. هر دو طرف دوبال یک رژیم هم برای نگه داشتن این رژیم جنایتکار در دوران خاتمی هستش که قطعه‌های زنجیره اتفاق میفته و جنایات دیگه. خسته نباشید همه که دوستان، لطف کردید در روز جمعه عصر در جلو پلازا ایرانیا جمع شدید تا یک بار دیگه اعتراض خودتون را به کلیت جمهوری اسلامی اعلام بکنید. چند تا موسیقی میذاریم و کم کم جمع میکنیم. خیلی ممنون از تک تک شما عزیز. Kangaroo. 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 Kangaroo.